من به زشه بدن میدیم الان قسمت آخر پلیوت هستیم. در مورد اخیل آشتی یا خوردن صحبت میکرد که بعد برخه رو بگن با کبانا. الان صحبت میکنیم در مورد خیلی از سعودا هستش که سعودای میتوه. برای مثال اگر بریت میلای باشه یا عروسی برن، شما شرکت کردن در خوردن این غذا میتوه دیگه، برن میتوه انجام میدن، میتوه که سعودا بکنن. اینجا می نویسه خیلی وقتا هست من که خوردن در این سعوده ها میتوه بزرگی هست، ولی خدا نکرده دمیزاد میتوهش میتونه از دست بده اگر در سعوده اشتباهی بکنه. چه موقعی هست؟ میگو بی سعودت میتوه تاریخ لذات. میگه زمانی که در غذای که شرکت کردیم مال میتوه هست، بعد آدمیزاد دقت بکنه شلوتت سخاران به حفظه دان که اون سودی که به دست میاره از دست نده. به دبر داوار اشلو که داد، اگه در وسط سعودا صحبت بکنه، صحبتی که زده هلاخه است. برای مثال میگه که کن لطانوت، فرض بکنیم ما سر سعودا میتوه نشستیم، ولی میام یه نفر رو مسخره میکنیم، سوال بسیم مسخر که نفر دیگه گناهه. یه برای مثال دیور نیرگان، آدمیزا شروع میکنه به گره کردن. خیلی وقتا لاشونها رو چطوری شروع میشه؟ یکی شروع میکنه گره میکنه در مورد یه نفر، اسم یه نفر میاره دعوان میشه. فرض کن اون شخص غایبه، من دارم بدیشو میگم، گره میکنم ازش. تو زمانی که شروع میکنم به گره کردن واسه یک نفر، خب دیگران هم شرکت میکنن، لاشون ها رو میشه. یا میگه اونا دوارین، فرض کن سر میز نشستیم توی یک عروسی یا بریت میلای، حرفی میزنم که دیگری رو ناراحت میکنم، اسخو که مسخره بازی به کل و ترش سهلنگاری به کدومه. اینجا دقت بکنیم وسط سعودای نشستیم که خوردنش میتوه هست، ولی اگر لاشونهارا یا گله یا مسخره بازی در بیاد، اون پاداشی که شرکت کردی، اون میتوهی که در شرکت سعودا میتوه داره، اون رو از دست میده. اینجا که میگه تتس سخارن به حفظه دان، میگه ضرری که هست بیشتر از میتوهش میشه. میگه خافت خیلی مینویسن در یکی از در کتابش که راجب لاشونهارا هست، یکی از گناهی که در توره نوشته اینه که شرکت نکن اگر اکثریت دارن گناه میکنن. من که در توره میگه وقتی در هلاخا میرسه باید دنبال اکثریت بریم. بعد اگه فرض بکنین اکثریت دارن گناه میکنن، آدم نگه مرتب غیر، چون اکثرا دارن لاشونا رو میگن، پس منم جوین بکنم. اونجا مینویسه میگه وقتی برای مثال عروسی هست یا سودا شلیشی هست، توی کنیسا که مردم دور هم دیگه نشستن، یک میزی هست که مردم دیو توره میگن، بعد یه میزی هست که آره ببینید سپورت، بیزنس، شغل اینا صحبت میکنن، بعد بعضی میزا هست که فقط لاشونها رو پشت سر هم دیگه حرف میزنن. سو مینویسه خافت خیم که از این دوتا میز که بخصه که لاشونها رو باشه یا صحبت های چرند خودشون رو دور بکنن. سو البته اینجا هم کلمه رو میگه، میگه که صحبت های باشه که بر طبق هلاخا نیست، اصلا میتوای خوردنه رو از دست میدن دیگه، میتوای نیست. شباتا میام کنیسا میتوا که سودا شلیشی رو بخورن، ولی اگر صحبت رو میخورد نکرده لاشونا رو هست، بهتر که سر سودا شلیشی نشینن. چون میگه رگ لولا میادم یه مور شمای ملاب لمیخسه، میگه میشه خداوند احساس یک انسان احساس بکنه بزرگی خدا رو، ترس خدا رو روی خودش، و بازه اخیلاتی راسه که کرمن ایشه. میگه موقع زمانی که خوردنش هم بر طبق هلاخه هست، به خصوص زمانی که در میتوا شرکت کرده، مثل یک قربانی بر هشم حساب میشه. بکشی نه که شور الپیتو را یه شلخان میزبخ کپارا. یا تو ماشه گفتیم که زمانی که بیت امیداش بود، وقتی که در بیت امیداش قربانی میابردن، گناه یک شخص بخشیده میشد. الان که دیگه قربانگاه نیست، میگن میز جای که آدم غذا میخوره قربانگاه هست براش، میگن به شرطی که بر طبق هلاخه غذا رو میخوره و لاشونهای گناه روی میز نیست، اون موقع گناهش بخشیده میشه. الان در قسمت برای باید بلند شو بره، اگر میتونه باشه بره سر جایی. نه توی خونه محدود هست. ببینی صحبت باید به زبون خوش بشه، میکرسه این صحبت ها برای ایش کدومون فایده نداره، نه برای من خوبه نه برای تو خوبه، صحبت نکنه. اگرم دیگه واقعا سرتون داد میزنن میگن به تو چه مربوط، واقعا بشینیم دیگه شرکت نکنه. ولی معمولا میبینیم میگن اگر جای بزرگی هست آدم میزش عوض کنه، بهانه بیاره بعد جایی بره، من چای بردارم بدن خودشو دور بکنه. این ملحق شدن خودش یک گناه. میگم اگر واقعا چاره ندارین نمیتونین برین، انا فقط ساکت و شرط نزن. پارتیسیپیت شدن خودش گناه، یا حتی نشستن گوش کردن گناه.
امیدیم به قسمت آخرش در مورد بیکت امازون صحبت میکنیم. تو باشه قبلا گفتیم که تنها برخایی که میتسوای توره هست خوندن بیکت امازونه. میگه وطارق شبارخ بیکت امازون به نخد، میگه باید بیکت امازون رو آهسته بخونن و به کل رام و با صدای بلند که کلمه رو اشتباه نگه و به سیم خط حله باید خیلی هم شاد باشه، با شادی بیکت امازون رو بگه. حالا چطور آدمیزاد شاد میشه؟ چی چی جالبی رو نمیسه کیتن لیبو لدوارم شو موچی میپیف لخبن با هم به اومک. میگه زمانی که آدمیزاد میدونه مثل همینطوری نمیخونه، بلکه معنیشو میفهمه که چطور هشم با احسان خود این روزی رو برای میگه میفرسته ایفشا شلول اسمخ، غیر ممکنه که شاد نباشه. این زمانی که آدمیزاد نمیفهمه چی داره میخونه، موقع بیست وقتی نمیفهمه اثری روش نداره. زمانی که معنی بیکت امازون رو میفهمه غیر ممکنه که شاد نباشه. میگه اولفی انیره میدی به ازار اکادوش، میگه چیزی که از ظهر به نظر میرسه یه سرخ گاد و به خوبت گبر رو نمه بعد کبتت سکه. میگه باید همه جور روش رو استفاده بکنه که دلوارخ بیکت امازون به سیم خواه، که بیکت امازون رو با شادی بخونه. باید میگن یکی از چیزایی که سگولا هست که آدمیزاد پرناسا داشته باشه، ثروت داشته باشه، اینه که بیکت امازون رو با کوانه بخونه. چرا؟ زمانی که واقعا درک میکنه که برکتش از جانب خدا هست، سموقع شایسته استش که خدا بیشتر بهش رو بده. میگه وگه درگاد و کدل خبن، اونی زمان قدیم که به اون صورت سیدود شاپ نمی کردن، از حفظ میخوندن بیکت امازون رو. میگه چطور آدمیزاد کوانه داشته باشه؟ شوارخ به نایم سگورت، میگه چشماش رو ببنده نوارخ رو بگیر. سنجاست که میفرشون این دور زمان احتیاج نیست، داخل سیدور نگاه بکنه، دوروبر رو نگاه نکنه، همون کمانه داره. یا میگه این ابلمت ولی بلمت، یا جوری که در حلاخا میگه زمان قدیم که لخش رو میخوندن که سیدور نبود، یا چشما رو میبستن، این که چشماشون روی زمین بود که دوروبر رو نبینن ولی قلبشون به طرف هشم بوده. سو میگه همینطور به خاطر که بیکت امازون رو با کوانه و شادی بخونه، دوروبر رو نگاه نکنه، یا چشما رو ببنده، یا چشماش به طرف زمین باشه. یه جوری گفتن الان میفرشی میگن که سیدور داریم باروخ هشم، میگه همه چیزو چاپ میکنن این دور زمونه، در داخل سیدور نگاه بکنه. میگه به خب بر و برا خود که نگید ار با اوتیو شاشم، میگه اسم هشم چهار تا حرف داره، یود کی واف کی. بیکت امازون هم چهار تا برخا داره. سو در کتابای کبالا میگه که چهار تا حروف اسم هشم به چهار درجه یعنی دنیاهای مختلف اشاره میکنه. یک دنیای الهی هست که بهش میگن دنیای اصیلوت، که در اونجا الهیت آشکاره. سو این یود اسم هشم هست. بعد از اون که دیگه دنیای فرشته‌ها فریده میشه، سه تا دنیای دیگه هست به اسم بریا، یا بعدیش هم هست یتسیرا، بعد از اون میشه اسیا، اسیا میشه دنیای اکشن، دنیای خودمان. سو میگن زمانی که ما میسوره انجام میدیم، الهیت رو از بالاترین دنیا، دنیای اصیلو، در دنیای مادی خود میاریم. سو میگه قبل از اینکه نبارخ رو بگه این کوانا رو داشته باش که هشم چهار تا حرف داره اسمش، چهار تا دنیا هم هست، اتسیلوس بری اتسیل اسیا، هر حرفی از اسمشن به دنیا اشاره میکنه. و زمانی که بیکت امازون میخونه هر براخایش مطابقی که از حروف اسم هشمه. پس از دنیا الهی داریم الهیت رو پایینتر و پایینتر میاریم که تبدیل به برکت های مادی در دنیا ما بشه. میگه نیت رو داشته باشه، موقع زمانی که این کوانا رو داره که بیکت امازون مطابق چهار تا اسم هشم هست، مطابق چهار تا درجه دنیا روحانی و تا دنیا مادی ما، و با بیکت امازون پایین میاریم این برکت های الهی رو، لشبی شف و ابراخ و بر با علامات. میگه الهیت و برکت رو بیشتر میکنه در این چهار تا دنیا. این چهار تا دنیا میگه اتسیلوت که میشه دنیا الهی، بریا یتسیر اسیا دیگه دنیا پایین تر هستن. میگه عشر یلود ایشا، میگه خوشا به حال یک مرد، یک انسانی شکخ زخه، این زخوت رو داره که بیکت امازون رو با کبانه میخونه. بکات و خینوخ شکبالا یش شکل از زایر به بیکت همازون. اونجاست که سفر اخینوخ این یکی از ریشونیم هستن که راجب میتوها نوشتن، معنی میتوها رو توضیح میدن، دلیلش رو می نویسن. کسی که واقعا با دقت با کبانا بیکت همازون رو میخونه، مزنوتا میتوین رو به کابوت کل میخیا، میگه همیشه پرناساش رو با کابوت خدا من براش میرسونه. میگه چه اولمد من از ساخر شوست نخدوخ باد و لیوت رو، میگه برین یاد بگیرین که واقعا کسی که به خداوند لذت میده چقدر پاداش براش میاد به خمسه خودشم شماییم. سنجا در آخر دیبتورش تموم میکنن و میگن که فقط راجب خوردن نیست، ولی هر چیز مادی، هر میتوایی که آدمیزاد انجام میده لشم شماییم به خاطر خواست خدا باشه،
اون وقت چون بهشم داره لذت رو میده همه برکت ها براش میاد. جناب دبایی که برکت همازان رو به سلفون هم بگی همون نه تو مرد فقط از همین که بعضی خیلی مذهبه میگن سلفون آسوره، بعضی هستن تو اسرائیل میگن اصلا بعد چون میشه آدم باش گناه بکنه خصوشان رو سلفون آسور کردن و دیگه اکثریت این عقیده رو ندارن تا وقت کنم ایزا جای بدی نمیره اگر برکت همازان رو روی سلفونتون باز بکنه بس که سیدو داری میخونه. یه سوالی میگه مثلا شما خیلی یه لیوان آب خوردید برای خواهی شهر کنید ممکن میزنید بلکه یه سال که از همون لیوان آب بکنید باز برای خواهی داره؟ نه، ولی دیگه سعی بکنید که زیاد فاصله بینش نباشه، اگر همون اتاق هست این جایی نرفتیم برای خواهی دیگه نداره. من میگم فاصله زیاد نذارم بینش چون به سوال بزرگ میرسه. اگر دیگه هست شده باشه بعضی میگه بعد وقت برای خواهی بگیم، بعضی میگه نباید بگیم چون نمیدونیم برای خواهی نمیگه. برای که فرض بکنیم بگیم بابا پرگی نمیخواییم دیگه بکنیم برای خواهی بگیم اگه یه ساعت دیگه خواستیم دانتا بکنیم حتی برای خواهی بگیم. ولی اگر فرض کنیم سر میز غذا هستیم از میز نرفتیم نگاه بیستوی برای خواهی بگیم مثلا دکترم که میره سر خواهی بگیم قاطعه بکنیم که آب میبره هر دفعه که میخوره خواهی اونو برای خواهی اگر دائم داره میخوره پس میگم واقعا دو یکی دو ساعت بینش نذارید چون به سوال بزرگ میفتن اگر باید دوباره بخوره. چه تنکیدیه که مثلا ما الان میگیم که همیشه به فکر هشم باشه در جا تو خیابون تو هر جا تو ماشین. حالا خب مثلا یه براخای دیگه هم بگیم چی میشه؟ من به نظر من it's not a big dilemma. اوکی پس شما چطور فرمان سوم تورای رو میگه؟ اسمش رو به بیهودگی نگو. به بیهودگی نیست، ما همش به یاد هشم هستیم. میگیم خدای متبارک باش، خدای متبارک باش. یه خخمدی خخامی داراش میکنه که بگیم بارو خط هشم الکنه منه خواهنم. اگر این طور بگیم و اگر دلیل نباشه برای خدا وطل هست. یکی از چیزهای که آدم میزان ترس داره از خدا ده که اسمش همینطور الکی نمیگه. Unless it's needed. سگه نباید برای خدا بگم این طور بگه داره بدون دلیل میگه. چون که البته خخامی داراش کرده. اوکی، سلام من. اوکی، بذم اینجا باید میسیم چون بذاشتیم هفته دیگه قسمت امونا رو شروع میکنیم. اون صورت بزرگ نیست مثل این ولی مرحبا چون